دهاقین کندز امسال از بارندگی های موسمی نسبت به حاصلات سال آینده ایشان خوشبینند، اما میگویند که اداره زراعت باید به مشکلات موجود آنها رسیدگی کنند. آنان میگویند افزایش بهای کود کیمیاوی، نبود سرخانه ها، نبود بازاریابی برای فروشات تولیدات زراعتی در این ولایت سبب شده است تا همه ساله دهاقین از این ناحیه خساره های هنگفت مالی را متقبل شوند. با گفته آنان امسال با توجه به بارندگی های موسمی نسبت به افزایش حاصلات زراعتی شان خوشبینند، اما اگر به این چالش های آنان رسیدگی شود میتواند وضعیت اقتصادی آنها نیز بهتر گردد. همکاری خوب است که بکنه، حکومت باید همکاری بکنه، بخاطر که دیگر حاصلات ما از پیش ما تا خراب شدن، حکومت همکاری کنه خوب است که ما بتانیم حاصلات خود جمع کنیم. نام من یارم احمد است. حاصلات خوبی نمیتونه است که خوب است خود نسبت به پارسال خوب، اما یک پارسال چیزی که بود این سال مواد قیمت هست، مواد که قیمت باشه در دقان واره نمیده. یعنی کود مثال شه خلطا کود پارسال بود 2700-2800 امریکایی بورم، این سال از 6000 دیگه پورا کدن چون سخت از یک مشکل هست دیگه اجاره هم قیمت چیز سال. کندز با عنوان کندوی افغانستان شهرت دارد، اما در اثر جنگ ها، خشکسالی های پیهم و تخریب کانال های زراعتی از اثر سیلاب ها دهاقین را با چالش های اقتصادی روبرو ساخته است. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت و مالداری ولایت کندز میگوید از اینکه حکومت آنان امسال آنگونه که انتظار می رفت نتوانست در عرصه های مختلف مشکلات مردم را برطرف کند، اما در سال پیش رو امیدوارند بتوانند پیشترین مشکلات دهاقین را برطرف سازند. وای میگوید که بارندگی های اخیر نیز امیدواری هایی را در دل دهاقین و باغداران زنده ساخته است. توقول رو سعنده که دمون حکومت دهاقین و سر زراعت پیشه خلق سره پوره پوره همکاری وکړي، دا د منګر تمه ده او توقم ده، او ځکه زموږ حکومت سږ کال خو نوی و څه یې په وس کې نه و، لاس کې م څه نه و، دنیاوالو مو سره مرستې او همکاري بندې کړلې، خو الحمدلله روان کال کې موږ دا امید لرو چې په خپله زموږ حکومت په خپله پښو ودرېږي او ټول ولس او خصوصا د حاقینو سره پوره پوره همکاري وکړو. دا زموږ ارزو او تمه ده انشاءالله. این گفته ها در حال مطرح می گردد که همه ساله دهاقین شکایت می کنند که به دلیل مشکلات فرارای آنان تولیدات زراعتی آنان بازار خوب ندارد و نبود سرخانه ها نیز سبب شده است تا محصولات آنان فاسد شده و میلیون ها افغانی از این رهگذر خساره مند شوند. میرویس امیری، تلویزیون اورانوس، کندز.